بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دعای ندبه رو میشه به تعبیری دعای محبت، یا اساساً نه به تعبیری که اصلی ترین تعریف دعای ندبه همین نوای محبت هست و ندبه کردن و مویه کردن، این که نتیجه مودت ذوی القرباست. نمیشه اهل بیت اسناد و طهارت رو دوست داشت و براشون گریه نکرد. بعضی ها سوال میکنن که چرا برای اهل بیت ما باید گریه بکنیم، نمیشه گریه نکنیم؟ بله، اصلا نباید گریه بکنیم. گریه بنابر قاعده نیست، منتها چه کنیم که اهل بیت عصمت و طهارت رو نمیشه کم دوست داشت اولا، و ثانیا وقتی اونها رو دوست داشتیم کوچکترین خراشی بر لباس اونها وارد بشه، نه شخص عزیزشون، تو رو ناراحت میکنه. اینها نتیجه محبته. بعضی ها عاشق نمیشن به دلیل همین گریه هاست. فکر میکنن تو گریه آدم خیلی زجر میکشه، خیلی دلش برای معشوق کباب میشه، آدم راحت، آدم عاشق راحت مصیبت زده میشه، گرفتار میشه. میگه آقا برای اینکه قصه کسی رو نخوریم که به کسی هم علاقه پیدا نمی کنیم. البته نمیدونن که هزار بار انسان عشق بریزه، گریه بکنه برای محبوب خودش، این خیلی فرق میکنه تا کسی که گریه میکنه برای مصیبت خودش، مصیبت شخصی خودش. خیلی ها فکر میکنن شما صبح جمعه تفریحتون رو ول کردید، اومدید حالت ماتم و غم گرفتید، حالت مصیبت زده ها رو گرفتید، به جای اینکه شاد باشید اومدید غمگین شدید. بابا این کارا چیه میکنید؟ برید یک دلی صفا بدید، یک تفریحی بکنید. صبح جمعه خیلی ها لطیفه میگن تا شاد بشن، شما چرا برعکس زندگی میکنید؟ اونا نمیدونن شما از این گریه کردنتون چقدر لذت میبرید. اونها نمیدونن شما چه تفریحی دارید میکنید. اونها از دور نگاه میکنن، فکر میکنن که گریه های شما برای مصیبت زدگی شخصیه. کسی برای مصیبت شخصش گریه بکنه، اون وضعش خرابه، اون مصیبت زده است، او رو باید به حالش گریه کرد. این گریه مذمت داره. و اگر کسی برای عزیز دلش که خیلی دوستش داره نه کم گریه کرد، که این گریه که مصیبت نیست، این گریه تمام لذات عالم رو به انسان هدیه میکنه. علز لذات عالمی خبر بدید، که البته خیلی ها خبر دارن که چه شیرینی و محبتی، چه شیرینی و لذتی داره همین دعای ندبه. صبح جمعه آدم بیکار میشه، یه هفته هم آدم کار میکنه برای اینکه یه روز جمعه بی پیدا کنه. این جمعه رو انسان در فراغت به دوست داشتنی هاش میپردازه، نه به مصیبت هاش. ما مصیبت زده نیستیم به این دعای ندبه میخونیم. مصیبت زده ها اتفاقا حال دعا خوندن ندارن. مصیبت زده ها تو عالم خودشونن. بهشون میگه آقا ببریم دعا، میگه ول کن آقا من گرفتارم، اعصابش خورده. آدم مصیبت زده اهل دعا نیست، آدم فارغ البال اهل دعاست. دعای ندبه دعای گریه است، اما این گریه نتیجه محبته.
دعای ندبه گریه در اثر مصیبت‌های شخصی نیست، گریه در اثر دوست داشتن کس دیگری است. همون بلایی که عاشقی سر آدم میاره. یک کسی به من برسه بگه شما که به گرد کفش شما دعای ندبه خونم کسی نباید اهانت بکنه، منو میبینه، منو میشناسه، میگه بابا تو که اهل حرفا نیستی، تو که زندگی تو ما داریم میبینیم زیاد اوضاعت میزون نیست، تو چرا میری دعای ندبه؟ تو هم مگه عاشق شدی؟ میگه من بهش جواب میدم من عاشق نیستم اما عاشقی رو دوست دارم، همین که میرم میشینم کنار یه عده عاشقانه صدا میزنن همین یه لذتی در من ایجاد میکنه. مردمو ندیدید شما همه عشق رو دوست دارن، به عشق احترام میگذارن، به محبت احترام میگذارن، گم شده یه همه محبته، اصلا فیلم میسازن، داستان میسازن، جذابیت داستانها و فیلمها اکثر اوقات میبینیم مال اینه که یک کسی به کسی علاقمند میشه، همه منتظرن این به محبوب خودش میرسه یا نه، در راهش رنج میکشه، همه معقول میدونن، سرگرم میشن، میگن ما چیکار کنیم جذبه ایجاد بکنیم. بابا من عاشق نیستم اما میخوام برم ببینم سرنوشت این عاشقا چی میشه، بالاخره با آقاشون میرسن، آقاشون جوابشون رو میده، میرم تماشا بکنم، صفا بکنم. حتما که نباید عاشق باشه انسان. رؤیت عاشقی کلام، چرا اشعار حافظ و مردم دوست دارن؟ مگه همه مثلا از دم عاشقن؟ نه، این مقام عزیزیست. دعای ندبه دعای اهل محبته، به همین دلیل شیرینه، به همین دلیل شیرین. یه نفر میگه آقا من دعای کمل نمیرم اما دعای ندبه میرم، این بد نیست؟ گفتم خب اگه دعای کملم بخونی، حالا رفتنش ولی تنهایی هم بخونی خیلی چیز خوبیه، ولی این امر طبیعیه ها که یک کسی به ذات دعای کمل خوندن نذره. چرا؟ چون زیاد خودسازی نکرده، زیاد به معاد خودش توجه نداره، زیاد به عقوبت اعمال خودش توجه نکرده، قبح گناهانش در دلش سنگینی نمی کنه الهی العفو بگه. خب مراتبی از کم بودن است ناتوانی برای قرائت دعای کمل. خب من آدم کم دعای کمل نمیتونم بخونم اما دعای ندبه میخونم، طبیعیه، این یه اتفاق خیلی معمولیه. دعای ندبه کار محبته، من فکر معادم نیستم، یعنی اونقدر پاک نیستم، اونقدر بصیر نیستم به عقوبت و عاقبت خودم، اما دلم امام زمانم رو دوست داره، این ایرادی نداره، انت فی خیر و الی خیر. حالا من روایتی هست در این باره که از رسول گرامی اسلام هست، یه روایت هم از امام باقر علیه السلام آوردم، بیشتر این همین نکته رو توضیح میدیم. من یکی دو تا نکته مقدماتی درباره محبت و دوست داشتن کسی عرض بکنم. پس دعای ندبه شد دعای دوست داشتن. اگرم کسی تو دعای ندبه گریه میکنه وقت اشتباه نکنی، اینا مصیبت زده نیستن. باور کنید اگر مصیبت زده هم باشن اولش میگه برم مهدیگه بنشینم، از آقام اربابم درخواستم و مطرح بکنم، خدا شاهده برید ازشون بپرسید، وسط های دعا کم کم یادش میره خواسته خودش، فراموش میکنه خواسته خودشو. گفتم داستانشو یا نه نمیدونم، یکی از دوستان ریان ابن سلط اومد پیش آقا امام رضا، گفت برم با آقام خداحافظی کنم، برم بغداد، میخواست بره با آقا خداحافظی کنه بره بغداد. اومد خدمت آقا، بعد تو راه گفتش که میرم پیش آقا با آقا خداحافظی بکنم، از آقا
یه قطعه ای از پیراهنشو بگیرم با خودم ببرم وصیت کنم من مردم اینو بگذارم تو کفنم. این تو ذهنش رفت. داشت نزدیک میشد خونه آقاش، همینجوری یه دفعه گفتش که پیش خودش بازم اینها رو میگفت، میگفت از آقا یه پولی بگیرم برم یه چند تا انگشتر برای دخترام هدیه بگیرم ببرم بگم اینو آقامون امام رضا داده. اومد پیش آقا امام رضایی که دوتا حاجت هم تو دلش آماده کرده بود بگه. آقا رو دید، هنگام خداحافظی با آقا میگه انقدر گریه کردم دیگه همه حاجتام یادم رفت. مفصل. آقا هم منو تحویل گرفته بود و منم تو بغل آقا سر دوزوش آقا گذاشته بودم گریه میکردم. اینا رو میگم برای اینکه قصه تو دلت جمع بشه، طلبکارانه بری در خونه خدا بگی خدا ما صحاب ندادیم بریم سرمون رو شونش بگذاریم. اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، ما شکایت میکنیم. نمیدونید چه مزه‌ای داره. میخواست این آقا از پیش امام رضا در بیاد، دیگه اون گریه ها یادش رفت، اصلا حاجت داشته. بله گرفتارا میگه ما مریضمون رو میاریم پیش تلویزیون رو باز میکنیم نشینیم پای دعای ندبه میگیم ربنا الحسن از همینجا ما رو تحویل بگیر. بله گرفتارا تو خونه اربابشون نرن کجا برن؟ بچه تو کوچه تا وقتی داره بازی میکنه خیالی نیست، همچی که زمین میخوره میگه مامان بابا، بابا ننش رو صدا میزنه، پناهش رو صدا میزنه. کسی که زمین میخوره وای به حال اونایی که لا اله الا الله وقتی مریض میشن رو تخت بیمارستان میفتن کسی رو ندارن صداش بزنن. خب معلومه ما گرفتار میشیم میدیم در خونه آقامون دیگه. دعای ندبه داشتم دارم اینو میگم، دعای ندبه دعای گرفتاری و مصیبت نیست. حالا ممکنه یه حاجتدار هم بلند شه بیاد تو دعای ندبه، ولی میدونید چه اتفاق قشنگی میفته؟ این آقا رفت پیش امام رضا گفت این دوتا حاجت هم بگیرم. آقا رو که دید یادش رفت، خداحافظی کرد اومد بیرون، داشت میرفت یه دفعه آقا صداش زد فلان بیا میخوای یه قطعه پیراهنم رو بدم بذاری تو کفلت؟ گفت آره آقا جونم اتفاقا میخواستم بگم یادم رفت. آقا پیراهن خودشون رو از قبل آماده کرده بودن، در آوردن هم دلنم پیراهن من با خودت ببر برو صفا کن. میخواست بره، آقا فرمود میخوای یه پولی هم بدم به تو انگشتر برای دخترات بخری؟ اینجوری میشه؟ شما فکر نکنید این قصه گدایی و حاجتمندی اون آتش عشق و محبت رو خاموش میکنه به هم میزنه؟ نه، همیشه گدایی های ما باور بفرمایید ماها رو، فقط به ما بگید خیمه مهدی و فاطمه کجاست ما پیش آقامون بریم. بعد آقا حاجتمونم نده بفرماید مصلحت نیست فعلا شما از این گرفتاریم. میگیم آقا ممنونتیم، همین که اومدیم به دست بسیه شما نائل شدیم برای ما بسه. گرچه آقا کسی رو دست خالی رها نخواهد کرد. دعای ندبه دعای محبت، دعای گریه اگر هست، حاجتی اگر هست، این حاجت ذوب میشه. تازه اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره. میدونید چرا حاجتمندا در خانه آقا امام زمان میرن؟ این همه حاجتمند تو دنیا هست که در خانه آقا امام زمان نمیاد. شما فکر کردید این بده، این کمه؟ من وقتی حاجت دارم میرم پیش آقام، مریض دارم گره افتاده به کارم میرم پیش آقام، یه فضیلته. گدایی اینجا فخر برای ما، گدایی اینجا فخره. دیگه چیکار کنم دیگه، این خاطرات آدم رو خیلی اذیت میکنه. یه شبی توی جبهه بود، کرخه قبل از عملیات کربلای 4 و 5 بود،
صحبت میکردیم با رفقا با هم دیگه در مورد فخر بودن گدایی از در خانه اهل بیت اسمت و طهارت. یکی از رفقا بنا نبود بعد از جلسه کسی بخونه، شروع کرد با یه ناله‌ای، شروع کرد به خوندن منم گدای فاطمه، منم گدای فاطمه. یه جوری این میگفت منم گدای فاطمه، جمعیت جواب میدادن، به شهادت رسید تو همون عملیات. گدایی برای ما فخره. میدونیم ماها وقتی گرفتار میشیم چرا یاد آقامون میفتیم؟ میگیم بلند شیم بریم در خانه آقا امام زمان، خیلی زندگیمون به هم پیچیده. این یک کمال، نتیجه کمالات. آقا مردم عوام اینجوریان. بله تو نمیدونی اون مردم عوام چقدر تیز حالیشونه، چقدر میفهمن. عوام چیه؟ اون نور معرفت خدا تو دلش انداخته. و الا هر گرفتاری که در خونه آقا امام زمان نمیاد، مثلا روش نمیشه رو تخت بیمارستان افتاده صدا بزنه آقا رو، مگر اینکه خیلی مریضی بهش غلبه کنه. من اینجوری تحلیلمه، این مریضی که بهش غلبه کرد یه کمی پاک بشه، صفا پیدا بکنه، اون معارف فطریش رو بیاد. میدونی یه معرفت بسیار مهمی که پشت سر این گدایی هست چیه؟ اینه که ماها به این اعتقاد داریم که اربابمون، آقامون ما رو دوستمون داره، یه کسی هست برای ما دل بسوزونه. ماها بی صاحب نیستیم. ماها یا صاحب از زمان وقتی تو گرفتاری میگیم، اعتقاد فطریمون رو به خلیفت الله فی الارض داریم اعلام میکنیم. خدا تو ماها رو رو زمین بی صاحب رها نکردی، خدا ما رو رو زمین بی صاحب رها نکرده. این کم معرفتیه. برید اهل مطالعه برن مطالعه کنن کتب عرفانی، کتب اعتقادی ما رو مطالعه بکنن، ببینن چه معرفت بزرگه. لولا الحجة لساخت الارض، اگر حجت خدا روی زمین نبود زمین و آسمان بند نمی شد. یک کشش فطری به ما میگه وقتی گرفتار شدی تو که بی صاحب نیستی. گدایی برای ما فخره. تازه گدایی برای ما فخره، ولی دعای نزده باور بفرمایید چیزی بالاتر از گداییه. یه چیزی بالاتر از گداییه. گدایی هم باشه ذوب میشه، ذوب میشه توش. دعای ندبه دعای محبته، از اون اولش هم دعای محبته ها. در دعای ندبه شما یه مقدماتی میبینید. خب اول دعای ندبه آدم ممکنه زیاد بگه که این قسمت ها مقدماتیه، درستش هم هست، یه جاهایش اوج ناله زدن های دعای ندبه است. ما کجا همراهی بکنیم کاری ندارم، ممکنه ما به یه دلیلی از اول تا آخر دعای ندبه رو گریه بکنیم. من با خود دعا کار دارم. از همون جایی که داستان انبیا رو مطرح میکنه، بعضیا دلشون پر میکشه، شروع میکنن گله گله اشک ریختن. محبت خدا رو به انبیا که نگاه میکنن هوس میکنن. اوغاس و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلیل و احببت علیهم ملائکتک و کرمتهم به وحیک و رفعتهم به علمک. میدونید چی داره میگه؟ داره نشسته قشنگ داره یکی یکی بیان میکنه که خدایا دیدی پیغمبراتو انتخاب کردی، تا دیدی با وفا هستن اونا رو قبولشون کردی، اونا رو به خودتون نزدیک کردی. اینکه خدا یکی رو قبول بکنه خیلیه ها، بگه من تو رو قبولت دارم. این داستان انبیا در قرآن بعضی ها رو میکشه. انی انا ربک، من پروردگار تو هم موسی.
یه دفعه موسی کی داره با من حرف میزنه؟ من تو رو انتخابت کردم. یه عاشق اگه این آیه رو بخونه در قرآن میمیره. میگه خدا میشه تو هم با بعضیا حرف بزنی بگی من پسندیدمه؟ مکان پرواز دادن و پروار کردن هوس‌های دل عاشقه. از همون مقدماتش که دیدی چجوری بهشون نگاه کردی، ملائکت رو فرستادی، قبولشون کردی، اینا رو نزدیک خودت قرار دادی، یه نوع ابراز، این هم محبته. اونجایی هم که بیان میکنه که خب و من آمن و نجیت و بعضون حملته فی فلکک و نجیته و من آمن معه من الهلکته برحمتک. خدای با این پیغمبرها حالا اومدی خلقتو نجات دادی. سر نجات خلق چیه؟ خدا چرا میخواد بندگانش رو نجات بده به بندگی خودش بکشونه؟ جز محبت چیز دیگه شما میبینید؟ خدا نیاز داره به بندگی ما؟ این همه کار کردی، مبادا یه کسی بگه که تو برای من پیغمبر نفرستادی. تلاش خدا در محبتش به خلق در مقدمه دعای ندبه هست و تجلی محبت خدا به انبیایش در مقدمه دعای ندبه هست. از اول دعای ندبه دعای محبت تا اونجایی که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا میرسه به اهل بیت اسناد طهارت. داستان از اونجا شروع میشه. نمیشه اهل بیت دوست داشت برای مصیبتشون گریه نکرد. نمیشه اونا رو کم دوست داشت. دیگه هر کسی با ابا عبدالله الحسین آشنا بشه، محرما که دست خودش نیست. دیگه من تصمیم گرفتم امسال محرم برای ابا عبدالله الحسین عزاداری بکنم. اتفاقا بیا تصمیم بگیر امسال برای محرم حسین عزاداری نکنیم. ببینم یه دسته عزا از در خونت رد بشه، طاقت میاری تو خونه بنشینی اشک نریزی برای حسین؟ یه بقیهش که دست آدم نیست. میگم تو چرا دلت تنگ میشه؟ من اونجا اشتباه کردم که عاشق شدم، محبت پیدا کردم، بقیهش دیگه دست من نیستش که دلم تنگ میشه. اونا دیگه بقیهش دست من نیست. آقا شما چرا ملت گریه هستید؟ میخوام یه جوری دیگه اینا رو جواب بدم. چرا انقدر گریه میکنید؟ بابا به ما نگید گریه نکن، برید بگید بچه های حسین تازیانه نزنن، من گریه نمی کنم. فکر کردیم از اشاره مشکل هم از گریه کردن خوشم میاد؟ من منتظر لبخند مهدی و فاطمه، منتظر دیدن جشن اونام، میخوام روز فرح و سرورشون رو ببینم. ما دوست داریم گریه کنیم. امشب شب شهادت آقا امام باقر، این بچه 4 ساله ازش بپرس تو کربلا به شما چی گذشت؟ لا اله الا الله. تعداد زیادی بچه ها تو کربلا از ابا عبدالله حسین و دیگران اصحاب، هر کی با خانواده اومده بود باقی موند. وقتی زینب کبرا رسید مدینه 4 تا بچه بیشتر همراهش نبود. دانه دانه اینا تو راه جان میدادن. مگه بچه چقدر طاقت داره؟ مقصر ما نیستیم. اتفاقا رفقا شما هر چی گریه بکنید نباید گریه کنید. خدا بر مصیبت قاتلان و ظالمین بر ابا عبدالله الحسین و اهل بیت اضافه میکنه. لا اله الا الله. عجیب دینی ما داریم، چقدر قشنگه. ظالمین بر ابا عبدالله الحسین، حالا میریم انشاءالله صحرای محشر میبینیم، میریم میبینیم. ها دیگه حرفای نقد دیگه، اینا که نسیه نیست. میریم اونجا خواهید دید. اونجا وقتی اذیت کننده ها رو به صف میکنن، میگن میدونی چی کار کردیم؟ تو فکر کردی فقط حسین رو کشتی، به دل زینبش نگاه نکردی، آهی که زینب و بچه هاش کشیدن، من انتقام اونا رو هم میگیرم از تو. تازه میدونی چی کار کردی؟ نمیدونیستی این حسین من چقدر عاشق داره؟ همه اونها سالهای زیادی سوختن برای مصیبت حسین،
فکر کردی من از سوختن بنده های خودم میگذرم؟ میدونی چقدر آدم ها رو تو سوزوندی، آتیش زدی؟ اینا با خاطر اینکه تو نباید گریه بکنی. نباید گریه بکنی. خدا کی دخالت میکنه؟ خدا کی دخالت میکنه در سرنوشت بندگانش؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا. اینا خودشون بیان یه تکونی بخورن. خدا کی میاد دخالت میکنه؟ آقا شما شنیدید ابا عبدالله الحسین وسط صحرای کربلا خدا کمکش بکنه؟ کمکش که نکرد. جبرئیل امین ملائکت الله رو نازل بکنه اینا بیان به ابا عبدالله الحسین کمک بکنن، چرا کمک نکرد؟ گفت این قوم لیاقت ندارن، این قوم لیاقت ندارن، من نصرتم رو نمیفرستم. خدایا حسینت مظلوم میشه، من حسینم رو جداگانه تحویل میگیرم ولی سنتمو به هم نمیزنم. ان تنصر الله ینصرکم. این مردم لیاقت نداشتن، من کمک نکردم. کمک نکنی حسینت مظلوم میشه، من حسینمو تحویل میگیرم، تو قصه حسین منو نخور. حسینم هم طاقت داره، انقدر منو دوست داره که برام بخواد فداکاری بکنه، تو قصه اینو نخور. رابطه من و حسینو کاری نداشته باش، برو فکر خودتو بکن. مردم یه تکونی بخورن. ببینم اگه مردم یه تکونی خورده بودن، لیاقت داشتن، امام حسین اینقدر غریب میموند؟ نه. خب بابا طبیعی، ما برای چی اومدیم دعای ندبه؟ اومدیم برای حجت ابن الحسن العسکری آقامون غریبیش گریه کنیم، خدا نصرتشو برسونه، آقا رو از پشت پرده غیبت بیرون بیاره. یعنی با این عشقها و گریه های ما، بله این عشقها شاخص اون لیاقت ماست. رفقا قلقله ای شده، میگفت تو کشور دعای ندبه داره رواج پیدا میکنه، اینا نکنه صدای قدم های مهدی فاطمه است دیگه، آقا میخوان بیان. یه خبرایی ها. من نمیتونم نگم این اشاره رو. ما اخبار غیبی اینا که نمیخوایم بدیم که. اشارات قلوب نورانی و اهل تقوا فرمود اتقوا ظنون المؤمنین فان الله اجر الحق علی السنتهم. گمان زنی کردن اهل تقوا، مؤمنین، خوبان، خاصان، روش حساب باز بکنید. نبود، چندی پیش بود، شاید یک سال قبل حدوداً، کی بود؟ مقام معظم رهبری، اون که قلبش نورانی است، به نور ولایت، به عنایت خاص آقا، فرمودن با جوانها صحبت میکردن، فرمودن که جوانها انشاءالله شما خواهید بود و تمدن مهدی فاطمه رو خواهید دید. نکنه صدای قدمای آقا داره میاد. میخوایی ببینید چقدر گریه کردیم؟ ببین جمعه بعد آقا میاد یا نه. اگر نیومد بدون هنوز کم گذاشتیم. گریه یک عمل انقلابی اجتماعی ممکنه نباشه، ولی شاخص خیلی چیزاست، علامت وجود خیلی چیزاست. ما نباید گریه بکنیم، ولی این گریهی که میکنیم نوعی نصرته. بعد ان تنصر الله ینصرکم، شما کمک بکنید خدا رو، خدا کمکتون میکنه. ما چی کار بکنیم؟ مخصوصا این خانواده های شهدا، این پدر مادرای شهدا تا هستن هنوز بقایاشون، بچه های شهدا، اینا بیان گریه کنن. خدا یه قیمتی قائله، اینا عمل هم انجام دادن دیگه، اهل عمل هم هستن. دعای ندبه شد دعای چی؟ دعای محبت، نه دعای مصیبت. اگر هم شما میبینید ما برای مصائب اهل بیت گریه میکنیم، به ما نباید بگید.
بعد به اونایی که مصیبت وارد کردن بگید. اونا چرا مصیبت وارد کردن؟ دشمنان. مگر اینکه تو به من بگی تو چرا عاشقی؟ تو که نباید به من بگی که تو چرا گریه میکنی برای معشوق خودت. گفت آدم هرچی بشه مادر نشه. چرا اینو میگن؟ مادر نشه. تو به مادر نباید بگی گریه میکنی برای اینکه دست بچت شکسته. میگه خب مادریه دیگه. تو باید به من میگی مادر نشو. تو باید به من میگی عاشق نشو. نباید به من میگی گریه نکن برای این مصائب که. دعای ندبه دعای محبت، نه دعای گفت آدم هرچی بشه مادر نشه. چرا اینو میگن؟ مادر نشه. تو به مادر نباید بگی گریه میکنی برای اینکه دست بچت شکسته. میگه خب مادریه دیگه. تو باید به من میگی مادر نشو. تو باید به من میگی عاشق نشو. نباید به من میگی گریه نکن برای این مصائب که. دعای ندبه دعای محبت، نه دعای مصیبت. اون عارضیه. دعای ندبه دعای محبت، نه دعای گدایی. گرچه گدایی خودش برآمده از یک معرفت عمیق فطری است. اگه این خودآگاهی هم آدم پیدا بکنه دیگه چی از گدایی در خونه اهل بیت بالاتر؟ و تازه گداها هم اینجا خیلی وقتا یادشون میره حاجاتشون رو بگن. میگه از اول دعای ندبه تا آخر گریه کردیم، حاجاتمون رو نگفتیم. دعای ندبه دعای محبت. دوست داشتن کسی، سخن در مقدمه کلام خیلی طولانی شد، دوست داشتن کسی چه فوائدی داره؟ اولا رفقا، دوست داشتن، برید یه جوری یه کسانی رو انتخاب بکنید. ما در مورد کسش صحبت نمی کنیم، می خواهیم بین المللی حرف بزنیم به قول معروف. در مورد کسش صحبت نمی کنیم، می خواهیم انسانی صحبت کنیم، نه ارزشی. یه اینجوری صحبت کردن خیلی راحت سره. آدم کسی رو می خواد دوست داشته باشه، بره سعی بکنه که کسی رو دوست داشته باشه که بتونه زیاد به او علاقه پیدا بکنه. آدم ها سقف محبوبیتشون کوتاهه. اشیاء عالم رو زیاد نمیشه دوست داشت. گل عزیزه، ولی نمیشه برای گل مرد که. من فدای گل بشم مثلا، نمیشه که اینو گفت. طبیعت دوست داشتنیه، بله، ولی به خاطر طبیعت که نمیشه فدا شد که. برید یک کسی رو دوست داشته باشید، یه چیزی رو دوست داشته باشید تو عالم که بتونید براش بمیرید. چرا؟ چون محبت بالاست که مزه زندگی رو به آدم اهدا میکنه. آدم میفهمه تازه زنده است. اینجوری میگن، میتونی هم تجربه کنی. اینقدر این ادعا، آقا اینا ادعای دلیل بیاره، اینقدر این ادعاها محکمه که دیگه دلیل نمیخواد، خبرش آدم رو میلرزونه. محکم میگه بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. کسی که عاشق نیست اصلا مرده است، برو اصلا بهش نماز میت بخون. اینقدر محکم میگه. اینجا که دیگه نیاز به استدلال نیست، مگه چیزیش پنهانه؟ مگه کسی نمیدونه این حرفا رو؟ هر کی تو خلوت خانه خودش بنشینه میبینه. چه تاریکیه در دل وقتی آدم یه عزیز سفر کرده نداشته باشه که براش بشینه گریه بکنه، نامه بنویسه. این محبت، به کسی محبت داشته باش که بتونی زیاد بهش محبت داشته باشی تا مزه زندگی رو درک بکنی. فائده محبت داشتن به کسی، میخواییم فعلا ارزشی صحبت نکنیم، ما انسانی صحبت بکنیم. فائده محبت داشتن به کسی، مهمترین فائدهش میدونید چیه؟ خودخواهی آدم رو کم میکنه. به خودت علاقه نداشته باش، به دیگری علاقه داشته باش. آدم خودخواه آدم بدیه. بگذاریم از این که الان دارن عالم رو، میدونی این حرفایی تو چرا حرفای نوعیه؟ خدا نکنه این حرفها و مرام قشنگ تو دعای ندبه خون به گوش جهانیان برسه، این صدای یبن الحسن تو به گوش جهانیان برسه،
فکر میکنید چی میشه که یه دفعه آقات میاد میفرماید انا بقیت الله، مردم عالم همه به روی خاک پای او میفتن سجده میکنن، فکر میکنید چی میشه؟ چون این حرف نوعیه، دوست داشتن کسی حرف نوعیه، آن هم چه کسی؟ این حرف نوعه، چون مردم عالم رو میدونید بر مبنای خودخواهی الان دارن اداره میکنن. قشنگترین حقوق بشری که ترسیم کردن مبناش خودخواهیه. آقا حق توه، حق تو بگیر، بعد میگه به حق دیگری تجاوز نکن. من چرا به حق دیگری تجاوز نکنم، احترام بگذارم؟ میگه چون اگه او احترام نذاری اونم به تو بی احترامی میکنه، اون وقت تو از حق خودت میمونی، پس بازم خودخواهیه. فرهنگ این حقوق بشر یه فرهنگی ایجاد میکنه، یه روحیه، بعد روانی این جریان حقوق بشر رو شما نگاه بکنید، بعد روانیش میشه خودخواهی. من قبول دارم فطرت انسانها اینقدر درش این خصلت عاشقی وجود داره که به این سادگی نمیشه خودخواهی رو حاکم مطلق کرد بر روح انسانها در زندگی فردی و اجتماعیشون، ولی اشراب نمیشه این عاشقی در یک جامعهی که به سبک جامعه غربی داره اداره میشه، مبنای حقوقیش خودخواهیه. وقتی که میگن حق انسان، نوع انسانها رو که بهش احترام نمیگذارن، میگن هر کسی خودش، و ما به این هر کسی خودش احترام بگذاریم. این خودخواهی زشته، مخصوصا پیش ما ایرانی ها یا عاشق پیشه، که این خصلت عالی است که ما داریم الحمدلله، چقدر قشنگه. من ریشه های تاریخیشو نمیخوام عرض بکنم که اهل بیت بعد علیهم السلام بعضی وقت اشاره کردن پسندیدن این خصلت های ما رو، خوش به حالمون. چقدر خوب آدم خصلت های قومیش خوب باشه. خودخواهی اصلا چیز زشتیه. خودخواهی رو بیارید تو مباحث ارزشی، تو مباحث اجتماعی ببرید، تمام جنایت ها، بی امنی ها و سوء استفاده ها، رقابت های بد، همش نتیجه خودخواهیه. ریشه همه اینها، حضرت امام فرمود ریشه همه اختلاف ها منه، منیته، خودخواستنه. شما بفرمایید کدوم جنایت صورت میگیره در اثر خودخواهی نیست؟ کدوم دزدی؟ کدوم رعایت نکردن بیت المال؟ کدوم خدمت کم کردن که نوعی خیانت میتونه یه جایی محسوب بشه؟ همش نتیجه خودخواهیه. جامعه، اونا اندیشمندان علوم اجتماعی کجان؟ آقا با آدم میگن اندیشمند برای اینکه بشینه اندیشه بکنه. آقامون فرمودن، نه اینکه بشینه یه حرفایی رو دیکته بکنه. اندیشمندان علوم اجتماعی کجان؟ ببینن این مرام رو، ببینن این ویژگی ها رو. محبتی که آدمو از خودخواهی در بیاره، تو رو خدا بشین فکر کن آثار اجتماعیش چقدره. آدم عاشق اصلا لطیف میشه، آدم عاشق به دیگران محبت میکنه. دقت بفرمایید، آدم عاشق فقط به معشوق خودش که محبت نمیکنه، به همه احساس لطافت میکنه و برخورد با رقت قلبی خواهد داشت. اساسا رقت قلب پیدا میکنه. کسی که رقت قلب پیدا کرد بیرحم نمیشه. عاشق نمیتونه بیرحمی بکنه. یه نفر داشت با امام صادق علیه السلام طواف میکرد خانه کعبه رو. چه ثواب بزرگی. طواف شبیه مثلا نماز دیگه، آدم میخواد با امام زمان خودش نماز بخونه، آدم با امام زمانش طواف بکنه. جای ما الان خالیه کنار خانه خدا، میدونید سحرها الان خیلی ها میان دور خانه خدا طواف میکنن، میبینی داره گریه میکنه، میگه آخه من چرا گریه نکنم؟ الان میدونم آقام همینجاست، زی حجه است، آقا حتما هر سال حج رو تشریف میبرن، همراه به عشق آقا طواف میکنه خانه دوست رو. جای ما اونجا خالیه. هر کی اینو عمیقاً بگه آقا تو چرا ما رو به حسرت میندازی؟ آخه اینا جدیه. اگه این رو عمیقاً بگی آ همین الان اسمتو مینویسن، آ اسمتو مینویسن جزو حاجی ها.
بگو یا ابن الحسن آقا من یا نتونستم یا نداشتم بیام. یه عنایت اونجا برات دعا میکنه آقا، باور کن. اگه باور نکنی هنوز فلسفه محبت و عالم محبت رو درک نکردی. داشت طواف میکرد با آقا، یه نفر صداش زد. در حال طواف که نباید کسی رو صدا بزنی، مثل یه نماز میمونه، از اول تا آخرش رو باید طرف انجام بده. اینم هی کاری داشت باهاش، از طواف مثلا مستحبی بوده ظاهرا. آقا طوافشون رو قطع کردن، برگشتن به رفیقشون گفتن چرا جوابشو نمیدی؟ گفت آقا جون میخوام ثواب دور زدن خانه خدا رو با تو ببرم. آقا فرمود جواب یه مؤمنی که داره صدات میزنه بدی بیشتر از اینه که با من طواف بکنی. تو اگه عاشق منی که خیلی باید روحیت لطیف باشه، تو چجور دلت میاد که صدات بزنه جواب ندی اسم خودت رو بذاری عاشق؟ بذارید من همینجا از این حرف سوء استفاده کنم. یبن الحسن مگه ما تو رو صدا نمیزنیم آقا؟ حالا میخوام با قدرت صداش بزنی یا صداش بزن. از آقا اگه خجالتم میکشی سرتو بنداز پایین، نگاهتو بنداز پایین، ولی یقین داشته باش آقا بهت نگاه میکنه. باور کنید این که نمیتونه آقا جواب تو بده بیشتر از این که برای تو سخت باشه، برای آقای تو سخته. تصور بفرمایید یه فرزندی مادرش رو صدا میزنه، مادرش رو گذاشتن مثلا پشت یه حصاری، پشت یه ممنوعیتی، این ناله زدن بچهش رو میبینه، میخواد هی برگرده به بچه جواب بده، میدونه صداش به بچه نمیرسه. این مادر چی میکشه؟ باید رفت به اون بچه صدا زد، بهش گفت بابا مادرت اینقدر صدا نزن با ناله، دل مادرت کباب شد. آقا یبن الحسن، آقا نمیخوام الان جوابمو بدی، فقط دوست داشتم صدات بزنم آروم بگیرم. شما ناراحت نشو، بذار وقتی اومدی جواب ما رو میدی، ما صبر میکنیم دل تو آرام بگیره. ما نیومدیم شما رو بسوزونیم که. آقا جون اندیشمندا بیان ببینن آخه عاشقی چه آثاری داره. چرا تو فرهنگ عاشقی رو رواج نمیدید؟ معشوق ندارید؟ یوسف فاطمه هست. ندیدیدش هنوز؟ این داستان خدا چرا تو قرآن برمیداره مطرح میکنه؟ زلیخا ورداش زنهای مصر رو جمع کرد، گفت شما یوسف رو ندیدید من رو مذمت میکنید؟ این دیگه داستان قرآن دیگه، دیگه از جیبمون که نیاوردیم که. گفت شما یوسف رو ندیدید من رو مذمت میکنید؟ شما فکر میکنید مرد وقتی فهمیدی عاشقی چه آثار اجتماعی داره، عاشقی چه آثاری داره برای آباد کردن دنیا، چیه میخوای اسمشو بذاری؟ هر چی علوم انسانی چی توش نگرانن، اقتصاد، حقوق، سیاست، نظامات دیگه است. تو هر مسئله میخوای وارد بشی وارد بشو. ببین عاشقی چرا این فرهنگ عاشقی رو توسعه ندیم؟ معشوق نداری؟ بیا سراغ یوسف فاطمه، نشوندشون یه ترنجی هم داد دستشون و چاقویی هم داد، گفت مشغول بشید شما از خودتون فعلا پذیرایی بکنید، متکا هم گذاشت تکیه بدن. بعد یه دفعه گفت یوسف ها از در آ، همچنان که تا یوسف وارد شد اینا شروع کردن دستای خودشون رو بریدن. تو یوسف فاطمه رو ندیدی هنوز؟ ببینید چی کار میکنه. میگه معشوق وجود نداره که آدم اینقدر عاشقش بشه. آدرس بیا بهت بدم صبح جمعه، بیا بریم با هم بهت آدرس بدم. عاشقی اینقدر آدم رو از خودخواهی که جدا کرد از همه رذایل جدا میکنه. من حرف رو اجازه بدید نیمه کاره بگذارم. حرف زدن از عاشقی به درد نمیخوره وقتی آدم میتونه عاشقی بکنه، یعنی دعا بخونه دیگه، اونجا عشقش رو تجلی بده. من دارم دربارش حرف میزنم، اصل خوراک شما یبن الحسن گفتنه،
حرف که تغذیه نمی کنه آدمو. اومد امام باقر علیه السلام فرمودن ان اردت، دقت بفرمایید، روایت عجیبیه، میفرماید ان اردت ان تعلم ان فیک خیرا، میخوای بفهمی توی تو یه خیری هست یا نیست، خیری توی تو هست یا نیست. آخه آدم بعضی وقتا متظاهر میشه، بعضی وقتا زشتی های انسان پنهان میشه، آدم نمیفهمه چه جانوری رو در پنهان نهانخانه دل خودش پنهان کرده. این خیلی خطرناکه، شما دیدید دیگه، آدم ها رو میشناسید، بالاخره آدم این خطر رو باید بترسه. میفهمن میخوای بفهمی چه خبر وجودت؟ ان اردت ان تعلم ان فیک خیرا، میخوای بفهمی توی تو یه خیری هست یا نه؟ فانظر الی قلبک، به قلب خودت نگاه کن. فان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیته ففیک خیر. اگه میبینی اهل طاعت رو دوست داری، اهل گناه رو دوست نداری، خوشت نمیاد، بدون توی تو یه خیری هست. بابا ما میبینیم گاهی خطا خودمون انجام میدیم و ما ابی نداره، تو اهل طاعت رو دوست داری؟ بله، احب الصالحین ولست منهم، دوستشون دارم اگه چه خودم اونجوری نباشم. میگه توی تو یه خیری هست، نه تنها یه خیری هست، بعد یه مژده ای میده، والله یحبک، خدا هم تو رو دوست داره، دوستت داره، منو آلوده رو دوست داره. بله اگه دوست نداشت، دوست نداشت تو رو نمی آورد در خانه مهدی فاطمه. و این کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته، اگه دیدی که اهل طاعت رو دوست نداری، بدت میاد از اهل طاعت، و اهل معصیت رو دوستشون داری، فلیس فیک خیر و الله یبغض که، توی تو خیری نیست، خدا از تو بدش میاد. و مرء مع من احب، آدمیزاد با کسیه که دوستش داره. و المرء مع من احب، این یه کلامی است از کلمات رسول گرامی اسلام، داستانشو بگم بریم دعامون رو شروع بکنیم. آدم با کسیه که دوستش داره. تو کیو دوست داری؟ تو همون سطوح هستی. یه بادیه نشینی اومد پیش رسول گرامی اسلام، کسی که روایت رو نقل میکنه میگه ما تعجب کردیم این بادیه نشین با رسول خدا چیکار داره، اینم اومده از آقا سوال بکنه. یعنی فرهنگ شهرنشینی و مثلا به تعبیری با کلاسی و این حرفا رو نداشت، اینم اومده بود میگفت من سوال بکنم. اون زمان خب انتظار نداشتن از یه بادیه نشین اینجوری اهل معرفت باشه، اومد یه سوالی بکنه از رسول خدا. سوال کرد که آقا روز قیامت کی میشه؟ مسلمان شده بود، پرسید روز قیامت کی میشه. از سوالش هم معلومه که حالا توجه به یه امر فرعی پیدا کرده. از آن گفتن، آقا رسول خدا فرمودن من نمازم رو بخونم بعدش سوال شما رو جواب بدم؟ بله آقا جان. بلند شدن نماز رو خوندن، بعد فرمودن کی بود سوال میکرد روز قیامت کیه؟ و آقا بادیه نشین دوباره اومد پیش رسول خدا، و آقا من سوال میکردم. فرمود نپرس روز قیامت کیه، بگو چی آماده کردی برای روز قیامت، اینجوری نگاه کن. حالا بگو ببینم ما اعدت تلها، چی آماده کردی براش برای روز قیامت؟ گفت آقا من چیزی ندارم، نه نماز زیادی دارم، نه روزه زیادی دارم، اما اعمال خودم رو انجام میدم. یعنی هیچی آماده نکردی برای قیامت؟ یه نگاه به رسول خدا کرد، گفت رسول خدا، یا رسول، من تو رو خیلی دوست دارم، تو رو خیلی دوست دارم. تا گفت تو رو دوست، خیلی دوست دارم، رسول خدا فرمود ول مرء مع من احب، آدم با همون کسیه که دوستش داره. یعنی روز قیامت اومدی اگه ازت سوال کردم بگو من رسول خدا رو خیلی دوست دارم. راوی میگه اینقدر مؤمنین خوشحال شدن، زبان به زبان نقل میکردن آقا رسول خدا فرمودن که هر کسی رو دوست داشته باشی اون سرمایه است برای تو.
یبن الحسن آقا ما تو رو دوست داریم. من یه روزه از کربلای ابا عبدالله الحسین بخونم. ادب مجلس عزا رو ما قبلا با هم صحبت کردیم، چجوری باید تو مجلس عزا آدم. امام باقر علیه السلام فرمودن یه بخشی از پول خودش رو وصیت کردن، این پول رو بگذارید برای من روزه بخونن، گریه کنن ایام حج. مکتب مکتب محبت شد، اینجوری میشه. تو کربلا با بچه های ابا عبدالله الحسین چه رفتاری کردن. من این روزه رو میخونم، شما بعضیاتون گریه کنید، داد بزنید، ناله بزنید، بعضیاتون هم روش فکر کنید تا محرم. محرم عصر عاشورا که شد این روزه رو به یاد بیارید. بچه ها معمولا تو مصیبت و بحرانی قرار میگیرن، به بزرگتر خودشون مراجعه میکنن، پناه به بزرگتر خودشون میارن. و بعضی ها که روحیات بچه ها رو خبر دارن میگن بچه ها درباره بزرگترهای خودشون اساسا تصورشون اینه، فکر میکنن باباشون مادرشون همه مشکلات عالمو میتونه حل بکنه. تو راه ماشینت گیر کرده باشه، افتاده باشه توی دره مثلا، نمیتونی جرثقیل، باید بچه یه نگاهی برمیگرده به تو میکنه، نگاه اینه بابا تو که میتونی این ماشینو در بیاری. کنار باباش که باشه فکر میکنه همه مشکلاتش حله. این بچه ها تو کربلا زجری که کشیدن میدونید مال چی بود؟ وقتی ابا عبدالله به خیمه برمیگشتن لباسها خونی، پیشانی شکسته، اینا میخوان به بابا پناه بیارن. وقتی بابا رو کتک زده باشن چی بکنن این بچه ها؟ چه زجری کشیدن؟ بچه ها دور عمشون زینب رو میگرفتن، وقتی میخواستن تازیانه بخورن پناه به عمشون زینب میآوردن، وقتی میدیدن دشمن به عمشون زینب رحم نمیکنه چه حالی پیدا میکردن؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.